دیگه روزانوت بشین یه دقیقه دو دقیقه چون زیارت آداب داره محترم بریم. قشنگ‌ترینش به نظرم بین الحرمین بود، یعنی نمیدونستم حرم حضرت حسین نگاه کنم یا حضرت ابوالفضل رو. نشسته بودم اون وسط نمیدونستم باید چی کار کنم. کجا بری؟ بابر قبله نه بین الحرمین ها بریم. آماده ای؟ اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم. خیلی کسا هست که دوست داره لحظه های اینجا رو درک بکنه. آرزوم کربلا نکنه میخوای بگی که منو به نوکری قبولم کن، من همین برام بسه، منو به نوکری قبولم کنید برام بس. نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشه، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشه. خدا اون روز و نیاره که برات گریم نگیره، خدا اون روز و نیاره بی تو قلبم شتیره. من یکی نمیتونم بیام روم و زمین نزن حسین. آقا توی صحن و سرات بیام روم و زمین نزن حسین. جلو زریه با صفات بیام روم و زمین نظر حسین. من قبلی که بیام کربلا، خب یعنی همین این دفعه مشکل پاسپورت داشتم، مشکل یه چیز کوچیکه که مثلا کوتاه باشه و اینا. من خب بیشتر از اینا لطف کردم به ما، کلن لطفه، هیچی کارهایی برای ما انجام ده که ما اصلا نمیدونیم، ولی صلاح بر این بوده. من اصلا امید نداشتم بیام زیارت، به خدا قسم اصلا امید نداشتم بیام زیارت، چون که من شناسنامه‌مو گم کرده بودم، پاسپورتم اصلا نداشتم، هیچی نداشتم، اصلا نمیدونست میدم زیارت. من رفتم پاسپورتم مدارکم فرستادم و اینا، از همه داشت شناسنامه میگیره. من اون مدارکم تو دستم بود آماده کرده بود، دست و پام داشت میلرزید. اصلا کار خدا بود همین که مدارک داد، اصلا نگفت شناسنامه داری نداری، اصلا هیچ کاری نداشت. اصلا میگم نفر جلویمو به خدا قسم به خاطر نداشتن کپی شناسنامه رد کرد. آخر وقتم بود، ولی والله اصلا به من نگفت شناسنامه داری نداری، معاف هستی نیستی. برای همه گذر موقت اومد، برای من پاسپورت اومد، یه همین کرامت کوچیکشه عادیشه. زن بهم گفتم بیا پاسپورتتو بگیر، به خودشونم فرستادن پاسپورتم و اینا. برای همه گذر موقت اومد، نه برای من پاسپورت اومد، اصلا کاری به شناسنامه و اینا نداشتم، معافیت و اینا. یه نمونهش بگم یادم، خیلی چیزای دیگه بود، همین بحث مالیش بوده، بحث جانیش بوده، شفای خواهرم بوده، تمامش. من خواهرم عفونت کلیه داشتن، تو بیمارستان بودن، بیمارستان کامکار قم، عفونت کلیه داشت، گفتم باید کلیهشون رو سوراخ کنیم، عفونت ازش بکشیم بیرون.
ایام ایام فاطمیه بود، شاهد حضرت زهرا سلام الله علیها. من ابوین با من خیلی نگران بودیم، گفته بودن که باید بفرستیم تهران عمل بشه، عفونت خالی بشه، بعدش بستری بشه، ببینیم اگر خوب شدن که خوب نشدن پیوند کلیه باید بزنیم اینا، چون کلی از کار میفته کلا. خواهر من ما خیلی نگه اصلا چند روزی تو خونه ما اصلا خیلی بد شده بود، ما همینطور مونده بودیم. ایام فاطمه میشه، ایام فاطمه بود. ابوی من میرن حرم دعا میکنن، میرن حرم دعا میکنن و اینا، خیلی اونجا دلشون میشکن و اینا، آدم با خودش خلوت میکنه و اینا. خب یه حالی به آدم دست میده دیگه، حالا مثلا با هر چی که خلوت کنی و اینا، بس دیگه داره به حالت، خب حال داده بشه. میرم پیش حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که ایام فاطمیه بوده که به نیابت زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها، میگه یه زیارت نامه حضرت زهرا رو خوندم، یه زیارت نامه فاطمه معصومه رو خوندم، زیارت عاشورا با صد لعن و با صد صلوات خوندم. دیگه نزدیکای ظهر شد، گفتم که برم بیمارستان ببینم چه خبره. میگه دو تا دکتر گفت رفتم بیمارستان، حال خراب که یعنی برم برگه ترخیصی رو بگیرم و آمبولانس بفرستیم تهران. مادر بنده دیدم اومده جلو در بیمارستان همینطور سردرگمه. بابام تعریف میگه، میگه که سری من میرم تو. میگه چی شده؟ میگن که دکترا باورش نمیشد اون دکتر، یعنی زنگ زده بود یه دکتر شیفت قبلی اومده بود، گفته اصلا عفونت انگار نداشتی، عفونت رد شده، اصلا همچین عفونتی نبوده. عفونت کلیه اگه داخل کلیه بشه مصیبته، اصلا میگن انگار این بچه اصلا عفونتی نداشته. یعنی خیلی تعجب بود. اینم کرامت حضرت زهرا سلام الله علیها، ام الحسنه. خب من میگم اگر کرامات، اگر تلقینه، خب چرا برای فلانی تلقین نمیشه؟ اگر تلقینه، اگر مثلا ساخته ذهن بشره، خب چرا برای فلان وهابی نمیشه، فلان سعودی نمیشه، چرا برای فلانی و فلانی نمیشه؟ اگر تلقینه. خب من یه زمانی آره تلقین میکنم به چی؟ مگه میشه مریضی رو با تلقین رد کرد؟ مگه میشه مثلا سرطان رو با تلقین رد کرد؟ خب این خب آره تلقینه، باشه تلقین درسته، سردرد که نیست که با تلقین خوب بشه، نه این کرام خودت یه جوری میفهمی. شما دیدی مثلا یه لحظه احساس میکنی یه نفر مثلا داری از خیابون رد میشی، یه لحظه نمیخوا بری، ماشین داره تو میاد میکشی خودتو عقب، خب این تلقینه، نه این کراماته. اهل بیت نذاشته جلوگیری کردن، اینم هم همینه. خب چه تلقینیه که پنجره فولاد امام رضا هر روز داره شلوغتر میشه، چه تلقینیه که حرم حضرت عباس داره هر روز شلوغتر میشه، این چه تلقینیه؟ اگر یه بار تلقین، یه بار تلقین، دو بار تلقین، سه بار، خب 1400 سال یعنی همه تلقین کردن، یعنی این همه زار تلقین کردن، یعنی چی؟ ساخته ذهن بشره اینا. این حرفا پشتوانش نه علمی هست نه مدرکی هست، این حرفا پشتوانش هیچ نیست، فقط پشتوانش فکر ابلیسه، فکر شیطانه. من خیلی زیاد گفتم ولی بازم فی قلوب اون برست، به خدا قسم فی قلوب اون برست. دوست داشتم من حالا شاید چیز خاصی نباشه از امام حسین هرچی باید بودم، یه حسینی خیلی بزرگ که تمام شهادت های اهل بیت علیهم السلام، تمام حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین عزاداری بگیریم، ولادتشون رو جشن بگیریم، یک مجلسی در شأن اهل بیت که خیلی بالاتر از اینا، ولی یه مجلسی که من چطور مثلا برای عروسی خودم اون مجلس رو میگیرم، خب همچین مجلسی از دل و جون مایه بذارم. فکر کنم مجلس سید شهدا علیه السلام شاید مثال اشتباهی باشه، خب ولی مثلا من چطور برای جشن عروسی خودم استرس دارم، خوب برگزار میشه خوب برگزار نمیشه، قضاش چی باشه؟ دوست دارم خدا این دغدغه رو به من بده، وقتی مجلس برای سید شهدا علیه السلام میگیرم انگار جشن خودمه، انگار از چشم من میبینم، من بگن فلانی مجلسش چرا اینطوری شد،
دغدغه من باشه، یعنی دغدغه دنیا رو ازم بگیره، دغدغه امام حسین و شهید رو دین رو به من بده. خب هر کس تو کار خودش به طریقی، خب منی که مثلا طلبم یا مثلا درس خوندم به طریقی، کاسب به طریقی، نمیدونم راننده به طریقی، هر کس به طریقی. خب اول که اخلاق خوب، سعی میکنم یه امام حسین اخلاقش خوب باشه، بعدش با دلیل، با احساسات، هم احساسات هم منطق، با دوتاشون سعی میکنم جذب به سید شهدا کنم، سعی میکنم که براش معرفت رو بگم، توضیح بدم، آگاهش کنم به شناخت سید شهدا، به دم و دستگاه سید شهدا، به اون طریق بیارمش و دیگه خودش میاد، امام حسین هدایتش میکنه، خودش میاد. شاید من وسیله باشم برای هدایت. من به هر دلیلی کوپناک دارم باشه نمیتونم اصلا تصورشم برام سخته، نمیتونم اصلا نمیشه. چطور آخه مگه میشه مثلا آخرین بار خودت بدونی آخرین بار حرم رو میبینی بعد مثلا دل بکنی؟ خب من که اونجا باشم میمونم تا اونجا تموم بشم، استفاده میکنم از لحظه لحظهش استفاده میکنم. چطوری بگم، تمام ذهنم و حواسم رو میذارم فقط به اون هدفی که دارم، زیارت امام حسین علیه السلام، مدد گرفتن سید شهدا علیه السلام برای آخرتم و دنیام. 100% اکثر و دعا به تعجیل فرج، فقط فرج، فرج آقا، فرج ما، این فرج حضرت صاحب، فرج در کارهای ما. من خب بگم شفای مریضا که در فرجه، بگم غنی شدن فقرا که در فرج، بگم طعم ولایت چشیدن که در فرج، امنیت شیعیان مولا امیرالمومنین علی علیه السلام که در فرج، اکثر دعا به تعجیل فرج، فقط فرج. خب از این زیارت تا زیارت بعدی سعی میکنم جوری نوکری کنم که یه بار دیگه معشوقمو ببینم. نوکری برای زیارت نمی کنم من ها، ولی خب یه گوشه چشمی هم حواسم هست که فلان کار رو نکنم که امام حسین بهم بفهمونه که این کار خطاه، من از زیارتش محروم کنم. خیلی حواسم هست. از این زیارت به اون زیارت سخته، مثلا که بعضی کم میان دلیل مشکلات مالی، دلیل خروج از مرد، تمام اینها. خب من سعی میکنم جوری نوکری کنم که یه راهی برای خودم بذارم برای زیارت. اول اینکه اگر زیارت امام حسین میان جوری بیان که معرفت کسب کنم، معرفت به شعیره مقدسه حسینی کسب کنم، برگشتن از زیارت یه درجه بالایی در ولایت و شعائر حسینی کسب کنم، هر جوری. بعدش هم این زیارت همگانی، این نوای همگانی بهترین موقع است برای فرج، دعا کردن زیر قبت الحسین حائر الحسین علیه السلام برای فرج، کسایی که بار اولشون چه بهتر، فقط برای فرج. گفتم که تمام مشکلات ما در فرج، فقط برای فرج. حرف آخر، کلام آخر این که خدا کنه با حسین حسین پیر بشیم، تو این راهی که هستیم روز به روز معرفت کسب کنیم و با حسین حسین پیر بشیم و حسین حسینمون رو داخل قلب ببریم، خودش و اولادش و مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها به دادمون برسه. آقا خیلی دوستت دارم، از ته دل میگم آقا نتونستم برات کاری کنم، ولی همینی که هستم رو قبول کن، کم گذاشتم، بعضی موقع نتونستم کاری کنم، آقا قبول کن در همین حد.
خودت یه کاری کن که بتونم برات بیشتر مایه بذارم و بیشتر نفس بزنم. فقط هم چیزی ازش نمیخوام، فقط بتونم تو دهم دستگاهش خدمت کنم. از پیاده روی از طریق پیاده روی خو همین که معرفت میده، سختی را معرفت میده، قدم به قدمش معرفته. هر کی تو این راه با هر عقیده ای و اینا، ولی خب کسی که عقیدهش به امام حسین باشه 100% قدم به قدمش معرفته، کسب معرفته. حالا بعضی ها که به هر نیتی رو میان اینا، خدا قبول کنندشون، ولی مایی که فقط نیتمون فرجه، فقط نیتمون سید شهدا علیه السلامه، نه فلان چیز و فلان کار و فلان محیط و فلان مؤسس و فلان ارگان و فلان چی اینا، نه ما فقط نیتمون سید شهدا علیه السلامه. خب 100% سید شهدا میدونی که نیتت خالصه، برات عمود به عمود برات معرفت میاره امام حسین. اسم حسین معرفته. کسی که میگه حسین حسین نگو، کسی که میگه حسین وای چی وای چی، آدم تعبیری نمیفهمه، اون امام حسین رو نشناخته. ذکر حسین مانند ذکر امیرالمومنین عبادت. مگه میشه این ذکر عبادت نباشه؟ کسی که میگه مثلا حسین حسین نگو، چیزی نمیفهمی از این، تو امام حسین رو نشناختی که داری اینو میگی. کسی که امام حسین رو شناخته باشه با ذکر حسین حسین به بالاترین درجه میرسه، ولو یک بار بگی حسین. خیلی ها بودن یک بار گفتن حسین، حسینی شدن و حسینی موندن. لبیک یا حسین. لطفی که کردی تو به من مادرم نکرد، ای مهربان ترس پدر و مادرم حسین.